با جلسه بعدی آموزش طراحی صفحه ورود ثبت نام و فرمانشی رمز در خدمتتون هستیم. در جلسات قبلی اومدیم تمام ایرادات وارده رو برطرف کردیم، عملکرد فرم رو هم درست کردیم و فرم ورود رو تا حدی تکمیل کردیم. حالا تو این جلسه می‌خوایم کارهای نهایی رو انجام بدیم و ایرادات باقی مونده رو انجام بدیم. اگه یادتون باشه چند جلسه پیش اومدیم یه همچین تابعی رو تعریف کردیم، گفتیم که اگر یوزری لاگین بود و درخواستی مبنی بر اینکه صفحه WP لاگین رو ارسال کرد، در واقع این صفحه WP-login.php رو، اگر ادمین بود، یعنی با این بررسی کردیم که اگر ادمین بود ریدایرکت بشه به WP ادمین و اگر ادمین نبود ریدایرکت بشه به صفحه ممبر اکانت. خب ممبر اکانت یه دونه سی من کم گذاشته بودم توی اون جلسه، این رو اصلاح بکنید. مورد بعدی این که به جای اینکه بیم منیج آپشن رو در نظر بگیریم، بهتر که از کلید یوزر استفاده بکنیم. خب بریم با همین رو تست بکنیم. اگه یادتون باشه تستش باقی مونده بود. خب من ابتدا لاگین میشم. به محض اینکه من الان لاگین بشم، اولین ایراد کار رو ما با هم خواهیم دید، یک صفحه سفید. خب ما تعیین نکردیم هنوز کاربر بعد از لاگین به کجا ریدایرکت بشه. خب حالا قبل از اون من میام این رو بررسی میکنم که برای نمایش صفحه WP لاگین، اگر من لاگین بودم به کدوم صفحه انتقال پیدا میکنم؟ خب به WP ادمین. پس این داره درست کار میکنه. من حالا یه یوزر دیگه هم ساختم، این یوزر رو با این ایمیل، و میخوام این کار رو با اون ایمیل هم با اون اکانت هم تکرار بکنم ببینم که آیا درست عمل میکنه یا نه. خب من این رو میزنم، وارد میشم. خب من حالا میرم صفحه wp-login.php، میزنم که باز شه. خب ببینید به این صفحه دقیقا درست انتقال پیدا کردیم. خب پس معلومه که داره کار درست انجام میشه. پس میریم سراغ اون کاری که بهتون گفتم، بعد از لاگین به کدوم صفحه باید انتقال پیدا بکنیم. خب برای حل این مشکل ما باید یک نقطه به نام لاگین ریدایرکت هوک بندازیم. خب بریم ببینیم که این هوک در واقع کی قرار اجرا بشه. فیلتر the login redirect URL از نوع فیلتر هستش و میگه که فیلتر میکنه اون در واقع redirectionی که بعد از لاگین صورت میگیره. خب میگیم به همین نقطه ما لاگین، به همین نقطه ما هوک میندازیم. میگیم توی کانستراکتور افزونمون add فیلتر لاگین ریدایرکت و یک اری که مقدار اول این اری دیس و مقدار دوم یه تابعی با یک نام دلخواه، مثلا ریدایرکت افتر لاگین. اوکی حالا بریم که این تابه رو معرفی بکنیم. میام انتهای کد هام و اینجا میگم که فانکشن و خب این در واقع من فراموش کردم این نکته رو هم بگم، این فیلتر سه تا پارامتر رو برمیگردونه. پارامتر اول ریدایرکت تو، پارامتر دوم در واقع ریکوستد ریدایرکت و سومی هم یوزر رو برمیگردونه. پس سه تا پارامتر برمیگردونه. پس من اینجا باید بعد از مشخص کردن اولویت که اولویت 10 رو من به صورت دیفالت براش در نظر میگیرم، هم دیفالتش اوکیه، میگم که سه تا پارامتر باید برگردونه. خب اینا رو میکوپی میگیرم.
ببینیم که هر کدوم از اینا چی هن و چی جوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب ابتدا یک متغیری من اینجا تعریف میکنم به نام redirect URL و مقدارش رو برابر هوم URL قرار میدم. خب این از این مورد، حالا بهش میرسیم که چرا دارم این کار میکنم. میگم که if اگر یوزر که در واقع شیئی از یوزر فعلی هست، برو آیدیش رو بگیر. خب بگیم که اگر این ست شده بود ست، یا بهتر بگم این اگر این ست نشده بود، اگر این مقدار ست نشده بود، برو چیکار بکن؟ برگرد به همین صفحه redirect URL، یعنی برو صفحه هوم پیج رو در واقع redirect کن. return redirect URL. خب این از این مورد. مورد بعدی بیاید بگیم که if user can user can. خب دوباره بیایم بگیم که پارامتر اول یوزر کن، اگه یادتون باشه بالا نوشته بودیم، حالا دیگه من مراجعه نمی کنم بهش. پارامتر اول خود یوزر رو میگیره، شیء یوزر رو میگیره، و پارامتر دوم کاری که ازش میخوایم مثلا create users، میگیم که اگر کاربر ادمین بود چی کار بکن؟ اگر کاربر ادمین بود بیا در واقع redirect URL که ما این بالا تعیین کرده بودیم، این رو برابر requested to قرار بده. اما اگر ادمین نبود، مثلا معذرت میخوام نباید اینو برابر قرار بدیم، بعد بگیم که برو و ادمین یو آر ال، بعد این یو آر ال در واقع منتقلش کنیم. اگر ادمین نبود در واقع باید بگیم که همین ریدایرکت یو آر ال ما برابر مثلا برو صفحه همون صفحه که برای کاربرا ساختیم رو نشون بده، یعنی هوم یو آر ال صفحه ممبر اکانت. در آخر هم میگیم که هر چیزی که بود مشکل نداره و بیا WP redirect رو انجام بده. اوکی و این رو هم باید ریترن کنیم دیگه چون فیلتر هستش. WP validate redirect. خب که نداریم هم URL رو مورد در نظر میگرفتیم برش. بعد مستقیم ریدایرکت شد به این صفحه. حالا من یه بار با اون یکی اکانت هم وارد میشم ببینم که اون رو هم درست انجام میده یا نه. بله به صفحه حساب کاربری منتقل شد. خب این کار هم ما تونستیم به درستی انجام بدیم. حالا من میام و از حساب کاربری لاگ اوت میکنم، بیرون میرم ببینیم به کجا منتقلمو میکنه. خب به صفحه ورود منتقلمو میکنه. اگر نخواهیم به صفحه ورود در واقع منتقل بشیم، باید از یک به قول گفتنی به یک هوک دیگه مراجعه بکنیم به اسم WP logout. همین WP logout. خب
میگه این در واقع لاد لاد تابش هستش. هوکش میگه که بعد از اینکه کاربر میاد و لاگ اوت میکنه این اجرا میشه. خب ما میتونیم به این یه اکشن بزنیم و بگیم که مثلا ما رو برگردون به هوم یو آر ال. یه مثال دیگه برخواد. پس باید بریم تو کانسترکتور کلاس اصلی پلاگین. خب اد اکشن به کجا؟ به همین نقطه که من رو کپیش کرده بودم. در واقع به WP-Logout نه دیگه مجدد همین رو کپی میگیرم که کارم سریع تر انجام بشه. خب اسم اون تابه رو من میذارم Redirect After Layout. خب من سریع این تابه رو هم معرفی بکنم که دیگه کار ما با در واقع این صفحه ورود تموم بشه. فانکشن خب این تاب در واقع باید بهش بگیم که بیا برامون یه ریدایرکت یو آر ال مثل همین چیزی که این بالا تعریف کردیم برامون در نظر بگیر. مثلا گفتم میخوام بگم که بیاد و هوم یو آر ال رو نشون بده. خب پس من این کار رو میکنم، میگم آقا یه ریدایرکت یو آر ال داریم که آدرس صفحه هوممون هست و بهش میگم که آقا تو بیا WP سیف ریدایرکت کن به همین صفحه. و در نهایت یه اگزیت هم انجام بده. بریم این بخش رو هم یه تستی بگیریم، اگر مشکلی نداشت دیگه فرم لاگین یا هم فرم ورود رو بذاریم کنار و بریم سراغ بخش های دیگه. خب محسن وارد حساب کاربری میشم، و حالا از حساب کاربری خارج میشم. اگر به صفحه هوم برگردم یعنی کار رو درست انجام دادم. بله ببینید به صفحه هوم برگشتیم. خب در واقع فرم ورود دیگه تموم شده است، کار خاصی نداره. بازم شما میتونید با توجه به نیازتون هر کاری که دلتون خواست انجام بدید یا هر چیزی که ما نوشتیم رو تغییر بدید یا شخصی سازی بکنید. امیدوارم که استفاده رو برده باشید. جلسه بعدی با فرم ثبت نام در خدمتتون خواهیم بود.